أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. هنگامی که منافقان نزد تو آیند میگویند ما شهادت میدهیم که یقینا تو رسول خدایی، خداوند میداند که تو رسول او هستی، ولی خداوند شهادت میدهد که منافقان دروغگو هستند. آنها سوگندهایشان را سپر ساخته اند تا مردم را از راه خدا باز دارند و کارهای بسیار بدی انجام میدهند. این به خاطر آن است که نخست ایمان آوردند سپس کافر شدند، از این رو بر دلهای آنان مهر نهاده شده و حقیقت را درک نمی کنند. هنگامی که آنها را می بینی جسم و قیافه آنان تو را در شگفتی فرو می برد و اگر سخن بگویند به سخنانشان گوش فرا می دهی، اما گویی چوبهای خشکی هستند که به دیوار تکیه داده شده اند. هر فریادی از هر جا بلند شود بر ضد خود می پندارند. آنها دشمنان واقعی تو هستند، پس از آنان برحذر باش. خداوند آنها را بکشد، چگونه از حق منحرف می شوند؟ هنگامی که به آنان گفته شود بیایید تا رسول خدا برای شما استغفار کند، سرهای خود را از روی استهزا و کبر و غرور تکان می دهند و آنها را می بینی که از سخنان تو اعراض کرده و تکبر می ورزند. برای آنها تفاوت نمی کند خواه استغفار بر ایشان کنی یا نکنی، هرگز خداوند آنان را نمی بخشد، زیرا خداوند قوم فاسق را هدایت نمی کند. آنها کسانی هستند که می گویند به افرادی که نزد رسول خدا هستند انفاق نکنید تا پراکنده شوند، غافل از این که خزاین آسمان ها و زمین از آن خداست، ولی منافقان نمی فهمند. آنها می گویند اگر به مدینه بازگردیم عزیزان ذلیلان را بیرون می کنند، در حالی که عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است، ولی منافقان نمی دانند. ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نکند و کسانی که چنین کنند زیانکارانند. آنچه به شما روزی داده ایم انفاق کنید پیش از آن که مرگ یکی از شما فرا رسد و بگوید پروردگارا چرا مرگ مرا مدت کمی به تأخیر نینداختی تا در راه خدا صدقه دهم و از صالحان باشم. خداوند هرگز مرگ کسی را هنگامی که اجلش فرا رسد به تأخیر نمی اندازد و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است.